بریم ببینیم چه خبره در فضای مجازی فوتبال کشورمون. حسن روشن دیشب تو مجله فوتبال شبکه خبری و مصاحبه‌ای رو انجام داد. گفت که استقلال چند سالیه که دچار عدم ثبات مدیریته. برای حل این مشکل هر کاری میکنن اما درست نمیشه. هوادار استقلال باید صبوری به خرج بده. با آقای شهریاری گفته بودم که اینجا سبا باتری نیست و اوضاع استقلال و پرسپولیس کاملا متفاوته. بزرگترین اشتباه مدیریت استقلال جدایی نکونام بود. همچنین گفته که استقلال در مقابل النصر هدفمند بازی نکرد. استقلال دیشب هیچ برنامه تاکتیکی نداشت. اینا رو داره حسن روشن میگه. استقلال پارسال ستاره نداشت و خوبم بازی نمیکرد اما برنده میشد. به نظر من مقابل النصر اصلا گلزن نداشتیم. بلانکو باید از ابتدای مسابقه فیکس بازی میکرد. من دیشب به همین نکته اشاره کردم. خارجی‌های استقلال نفعی برای این تیم ندارند و واقعا با همدیگه همخونی ندارن. همچنین گفته که استقلال چند سالی میشه که خود درگیری داره و دست به تغییر سرمربی خودش میزنه. به نکونام قبل از اینکه استقلال بیاد گفته بودم آقای استقلال فولادی یا نساجی نیست و باید برای حضور تو استقلال قوی باشی. نکونام امسال هر چی که خواست رو فراهم کردن. هر مهره‌ای که خواست رو خریدن و تیم رو خودش بست. گفت قهرمان میشم و به همین خاطر باید اجازه میدادن ادامه بده. در حال حاضر برای استقلال فقط یک نفر تصمیم میگیره که اونم احمد شهریاریه. نکونام اگه میموند و تیم رو قهرمان نمیکرد اون موقع باید با اون برخورد میشد. شهریاری عجولانه و به تنهایی تصمیم میگیره و حالا تو آکادمی و تیم بزرگسالی استقلال دوستان آقای شهریاری تو باشگاه منحل شده سبا صاحب پست شدن. میگم دیگه استقلال به دست نااهلش رسیده. درست گفتم؟ نمیدونم. به هر حال گفته که منو پیشکسوتان حاضرین به استقلال کمک کنیم. استقلال در طی سالهای اخیر کمیته فنی داشت. کمیته فنی نیست که برادر و خواهرزاده شخصی رو وارد اون بکنیم. حتی تیم ملی ما کمیته فنی خوبی نداره. اوفارل وقتی به تیم ملی اومد اولین سوالش این بود که کمیته فنی تو فدراسیون فوتبال وجود داره یا نه. کمیته فنی حق مشورت داره ولی حق دخالت نداره. تو کمیته فنی باید تصمیم ساز باشیم نه اینکه هر چی دادن رو امضا بکنیم. گفته ما انقدر ذلیل نشدیم که از آفریقای جنوبی برای استقلال مربی بیاریم. در حال حاضر مربی خوب بیکار نداریم. امیدوارم سرمربی خارجی استقلال به قدری شجاعت داشته باشه که اگه در مسابقه شکست خورد نگه این تیم رو من نبستم. موسیمانه میتونه استقلال رو جمع جور بکنه. اون باید به کمیته فنی اهمیت بده و برای اون ارزش قائل باشه. امیدوارم شرایط به گونه ای پیش بره که استقلال با اون نتایج خوبی بگیره و برای انتخابش از مدیران تشکر بکنیم. هواداری استقلال بی‌نظیرن و هیچ وقت تیم رو رها نکردن. همین الانم دقایق پیش استقلالی اومدم به تهران یه مصاحبه کرده محمد نوازی. با هم دیگه ببینیم. صحبت نمی‌کنی؟ نه. کاد جدید اومد شما میمونی؟ نمیدونم فعلا. صحبت نکردم با شما. صحبت بازی صحبت میکنیم بازی؟ نه هستن دوستان. اگه یه دقیقه وایستیم فقط. اگه درست. بازی صحبت تو این بازی چطور بود؟ بازی خوبی بود به نظر من. بچه‌هامون با این همه سختی که داشتیم و مشکلاتی که داشتیم بعد باخته به زباهن رفتیم اونجا. بچه‌هامون تلاش کردن ولی متاسفانه فکر میکنم همه دیدم میتونستیم حتی برنده بازی باشیم. آقا شما از اول فصل کنار استقلال حضور دارین، فکر کنید دلیل نتیجه نگرفتن استقلال چی بود با این اسکواد، با این بازیکنایی که حالا به نظر میاد هر چیزی خواسته شد گرفته شد؟ بدشانسی، مشکلات مدیریتی داشتیم، نمیدونم مشکلات بازیکن داشتیم، مشکل مالی داشتیم، همه اینا. ولی ایشالله که گفتن هولدینگ میاد این مشکلات برطرف میشه. نه هولدینگ کار خودشو کرده به هر حال، اونم به نوبه خودش وظیفه داشته کاراش انجام داده. مشکلات کوچیک حرف به بر حرف بیار بود که متاسفانه یه ذره تیم کلن حجمه ها کلن ببین کلن مشکلات بوده بعدش هم تموم شده. الان ایشالله با مربی جدید دوباره استارت میزنیم، میجنگیم، تلاش میکنیم. شما هستی؟ من نمیدونم، معلوم نیست ولی کلا. دیدین شما؟ بله دیدیم. صحبت کردیم با صحبت که نه، صحبت خاصی نکردیم، فقط خوشامدگویی بود و یه معرفی برای بین بچه‌ها بود همین. آقای نوازی فکر میکردین اینقدر حجمه‌ها زود وارد چه به استقلال هفته دوم؟ دیگه به هر تیمی نتیجه نگیره حجمه وارد میشه دیگه. هفته دوم فکر نمی‌کنی خود غریب بودین؟ استقلال تیم بزرگه و حاشیه همیشه درونش هست و مردم ازش توقع دارن. آقای نوازی اگه جای جواد نکونام بودی این فصل رو با استقلال شروع می‌کردی با توجه به اون حواشی؟ مرسی، متشکرم. آقا صحبت‌های شب گذشته مهدی هاشمی نظر بودی؟
اینم واکنش رونالدو به تشویق مسی توسط هواداری استقلال و همچنین هواداری مسی در بازی استقلال و النصر رو شما در تصویر میبینید. مصدومیت مرداد محمدی هم تایید شد. آره میگن که سه ماه نیست، چه بدشانسی آورده مرداد و گفته که مرداد عزیزم، اینو رامین گفته، مطمئنم قوی تر از قبل برمیگردی. حالا مطمئنم اونجوری فکر نکنم نوشته بشه، ولی قوی باش پسر خوش قلب. دوم آبان هم 71 سال روز تاسیس باشگاه سپاهان توسط مرحوم محمود حریری و همچنین سال روز راهیابی تیم فولاد مبارکه سپاهان به جام باشگاه جهانه و این روز بزرگ و بر تمام پیشکسوت‌ها، حالا مخاطبای سپاهانی کانال یوتیوب ایمان اسپورت تبریک میگیم و حالا گفتن که سپاهان یک مکتب و هویت پر افتخاره که از پس فراز و نشیب‌ها و غم و شادی‌ها امروز با کولهباری از موفقیت و سربلندی به سال روز تاسیسش رسیده و به این هویت باشکوه افتخار می‌کنیم و تولد سپاهان بزرگ رو جشن می‌گیریم. بوریرام تایلند که زیر نظر عثمان ویرا سرمربی فصل قبل پرسپولیس قرار داره، تو سه بازی از 9 امتیاز ممکن 7 امتیاز به دست آورده و در جایگاه دوم جدول شرق لیگ نخبگان آسیا قرار گرفته. و حالا یه سری صحبت ها بود که عثمان ویرا مربی خوبی نیست، چه میدونم داوری ها به نفع عثمان ویرا بود، اما توانمندیشو نشون داده. یعنی خب این اتفاق و این حرف در مورد مثلا برانکو ایوانکوویچ صدق میکنه. میگم برانکو هر جای غیر از پرسپولیس رفته ناموفق بوده. حالا دو منظر متفاوته دیگه، من دو منظرشو گفتم. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان تو جمع خبرنگاران حالا یه مصاحبه 7 8 دقیقه‌ای کرده، حوصله سربر خودم میگم، گفته که در مجموع 21 متهم و 3 نفر به عنوان مطلع تو این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن. در خصوص 12 نفر از متهمان کیفرخواست، در خصوص حالا 2 متهم قرار منع تعقیب صادر شده و در خصوص 12 متهم این پرونده در مجموع به میزان 148 سکه و قریب به 7 میلیارد تومان وجه نقد تحت عناوین اتهامی پرداخت رشوه، اخذ رشوه، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار فلان صادر شده که آقا دلار شد 68000 تومان. چقدر زندگی سخته تو کشور ایران خدایی، من که دیگه خسته شدم به خدا. ببین آتیلا اجازی در مورد حالا آرزوی سلامتی هم میکنیم واسه داریوش مصطفوی که به سرطان مبتلا شده و حالا قراره که جراحی بشه. در مورد حالا آتیلا گفتیم، در مورد استقلال صحبت کرده، همچنین امیرحسین فتی. حالا فتیو که به نظر خیلیاتون میشناسید، مدیر عامل اسبق استقلال بود. ما هم دیگه ببینیم جای بکنم تمام حرفا رو. من خب قبل از شروع فصل گفتم، خب خیلی‌ها به من خورده گرفتن که این حرفا رو چرا زدی و اینا، ولی خب بعد از گذشت زمان همه چی مشخص شد که حرفایی که زدم تقریبا اکثرش درست در اومد از آب. یعنی من چیزی که میدیدم و میگفتم. در مورد شرایط خودم هم خب من مشکلی نداشتم و خب اون صحبتایی که راجع به مجوز من انجام میشد در این زمینه هیچ مشکلی وجود نداشت، مجوز من هم صادر شد، ولی خب باشگاه تشخیص داد که خب با من همکاری نکنه. اینکه الان وضعیت کنونی باشه استقلال چطور میاد؟ اجازه بهار دیشب هم مقابل النصر استقلال باخت بازی رو یکیش و یه ذره شرطش تو آسیا شاید داره کم کم به خطر میفته. ببینید شرایط رو که متاسفانه شرایط خوبی نیست، هم در لیگ داخلیمون هم در باشگاه آسیا متاسفانه شرایط خوبی نداریم. امیدوارم که با اومدن مربی جدید شرایط ما بهتر بشه، ولی یه مقدار به نظر من نمیخوام بدبین باشم، ولی شرایط یه ذره بر وفق مراد نیست، ولی حالا امیدواریم که شرایط بهتر بشه، هم لحاظ مدیریتی هم این مربی جدیدی که اومده، امیدوارم بتونه باشگاه کمک کنه. شناختی از آقای موسیمانی دارید شما خود؟ نه فکر نمی‌کنم یه شخص ایرانی وجود داشته باشه که ایشون رو بشناسه، ولی خب من شنیدم که در قاره آفریقا مثل که مقام آورد و اینا، ولی میگم این کار کردن تو ایران شرایطش خیلی فرق میکنه با این امکانات و با این زمینا و با این استادیوم و اینا، شرایط واقعا فرق میکنه. ولی میگم باید خوشبین باشیم که انشالله ایشون بتونه موفق بشه تو استقلال. دیشب اصلا بازی دیدید؟ بازی رو دیدم، به نظرم استقلال بسیار عاقلانه، بسیار خوب بازی کرد و یک باخت آبرومندی بود. به نظرم باخت آبرومندی بود و میتونست اگر اون اتفاق نمیافتاد در اون ریباند گلم نمیخورد و بازی 0-0 تموم میشد. در هر حال به نظرم بازی خیلی خوبی بود و امیدوارم با کادر جدید که کادر بسیار توانمندی هم هست، استقلال بتونه به موقعیت قبلی خودش برسه و کماکان افتخار آفرین باشی در ایران و در آسیا. و حالا به عنوان سوال پایانی، نظر شخصی شما بابت حالا مشکلی که برای استقلال هست چی؟ اون چه مشکلی هستش که باعث حالا استقلال این گونه هم در لیگ هم اوضاعش به خطر بیفته هم در لیگ قهرمانان آسیا؟ فعلا که لیگ اول لیگ چیزی نبود که از دست بره، به نظرم قابل جبران هست. استقلال با این پتانسیلی که داره امیدواریم که برگرده به لیگ و به جدول و
و روزای خوب و خوشی در انتظار استقلال باشه. یعنی شما مشکلی ندید؟ انشالله مدیران استقلال آسیب شناسی میکنن و عرض کردم روزای خوبی در انتظار استقلال باشه. میلاد محمدی هم واسه داداشش مردادی سوری گذاشت، گفت که تو بیدی نیستی که با این بادها بلرزی، قوی تر برمیگردی، که تگش هم کرده. دیشب هم حالا بازی رئال مادرید بورسیا دورتموند که 5-2 بردن، حالا رئالیا هتریک وینیسیوس هم بود. اون راستی من تو رادیو بخش خبرهای خارجی رو هم ضبط کردم، دوست داشتید انتهای این ویدیو میذارم و حتما اون ویدیو رو هم ببینید. یه گافی داشته مجری شبکه 3 قبل از شروع بازی رئال مادرید و بورسیا دورتموند که با هم دیگه ببینیم. 1000 بازی ملی آخه. و لوکا مودریچ در میانه میدان حضور داره، بازیکنی که 29 بازی دیگه انجام بده به رکورد 1000 بازی ملی خواهد رسید. جان 29 بازی دیگه انجام بده به رکورد 1000 بازی ملی خواهد رسید. علی عسکری مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس که برای استقبال از کاروان استقلال به فرودگاه مهرآباد رفته، سوالات خبرنگارا و گزارشگرا رو بی پاسخ گذاشت و گفت بعداً مصاحبه میکنه. این در رابطه با شما چی هستی؟ من فوتبال خبرنگار فوتبالی. دمتون گرم. من کار دارم. مصاحبه بعداً میکنیم. بیا. وضعیت پای مرداد محمدی بعد از شکستگی دیشب تو بازی مقابل النصر عربستان رو شما میبینید. صحبت های مرداد هم با هم دیگه بشنویم. مصوم شدی صحبت میکنید؟ چی شد؟ چی شد مصومیت؟ مصوم شده نیست. شد مصوم؟ خیلی هم ناراحت شدن هواداران استقلال نسبت به این مصومیت. نازکنه شکسته درسته آقای محمدی؟ نازکنه چی میشه؟ بزرگنه آقا. بزرگنه تو خبرها گفتن آقا ناظری فکر کنی کی برمیگردی حدودن؟ اجازه میدی بریم نداشت؟ بله بله ببخشید درد داره، اگه اجازه بدین ممنون میشم. اینم صحبت‌های ایمان عالمی سرپرست استقلال بعد از بازگشت کاروان استقلال از امارات و بازی مقابل النصر عربستان. رو که حریم به پایان رسونده و متأسفانه تو دقیقه 81 یه اشتباهی رخ داد و متأسفانه به گل تبدیل شد و به نظرم بچه‌ها تمام تلاششون رو کردن. یه تشکر ویژه باید از همشون بکنیم. ایشالا که بازی بعدی با آقای پیتسو و همکارانشون بازی بسیار خوبی و پشت سر بذاریم. فوتبالی ها میگن استقلال تو بازی دیشب یه خود تحت تاثیر نام ها قرار گرفت، یعنی اگه یه خورده بیشتر شجاعتر یه خورده قوی‌تر بازی میکرد میتونست با امتیاز برگرده از اون میدون. قبول داریم؟ من به نظرم اصلا اینطور نیست. بچه های ما خیلی هدفمند بازی رو دنبال کردن، با برنامه بازی رو پیش بردیم و میتونستیم بازی رو حتی برنده باشیم. چند موقعیت مهم چندین موقعیت خوب داشتیم، ولی خب فوتبال دیگه بعضی وقتا به این شکل میره پیش میره متاسفانه. در ادامه راه رو چطور می‌بینید با آقای مسلمیانه؟ خب با آقای مسلمیانه تازه تشریف آوردن، من فکر می‌کنم فردا ایشون دیگه تیم رو کاملا در اختیار دارن و تمرینش رو شروع می‌کنن. آقا سهراب می‌مونن؟ تشریف دارن بله، دوستان همه هستن. بله تشریف دارن، حالا باید ببینیم تصمیمشون چیه، ولی تشریف دارن، همه دوستان هستن. خودتون چرا خوشبینین آقای عالمی به ادامه کار؟ ببینید خب شما خودتون مستظر هستید، تیم استقلال بازیکن‌های بسیار خوب و بزرگی داره. به هر حال یه سری چالش‌هایی که به وجود اومد باعث شد که استقلال به این نحو شرایطش پیش بره، ولی من فکر میکنم که خیلی زود برمیگردیم و انشالله با برنامه‌ریزی که هستش استقلال دوباره همون استقلالی میشه که آیا باشگاه رقیبتون خیلی از کانالایی که به ضد تیم کار میکنن رو واقعا تقطعی کرد. باشگاه استقلال برنامه‌ای نداره برای حفظ این مربی که گزند این مسائل دور بمونه؟ ببینید خب بله بحث رسانه‌ای هستش و ما باید شرایط خودمون پیش ببریم و امیدوارم این به بعد یه برنامه خاصی هم باشگاه هم بحث رسانه‌مون مدیر رابطه عمومیمون دنبال کنن که به قول فرمایش شما گزند به باشگاه. آقای علمی در واسطه بازی با زوبان که اون اتفاق افتاد و حسینی محروم شد از حضور در بازی زوبان، فکر نمی‌کنید تصمیم در نهایت به ضرر استقلال تمام شد؟ اونم در واسطه بازی حساس مقابل النصر. ببینید یه بازی بسیار خوبی رو ما پشت سر گذاشتیم. آقای حسینی به نظرم یکی از بهترین‌های ما بود در این بازی. بازی دنبال خب نمیخوام دیگه برگردم به عقب، به هر حال
تصمیمی بود که گرفته شد و امیدوارم که رو به جلو نگاه کنیم و بازی بهتر. کاملا آسیب زد ولی آقای عالمی، من اینطور نمیبینم. به هر حال بعضی وقتا تصمیماتی گرفته میشه که شاید حالا به ذمه شما اصلا اینطوری نیست به هیچ وجه. چون آقای حسینی علیه خب مدیران هلدینگ صحبت کرده بودن به خاطر همین موضوع تنها بود. من فکر نمی کنم به این شکل نبود که حالا دوستان عزیزمون میگن. من فکر می کنم که یه تصمیمی بودش که کمیته انضباطی قرار داشت. بذارید که با هم دیگه یه جوری صحبت کنیم که من بتونم مهرداد بفرمایید. مهرداد متاسفانه همون دقایق ابتدایی متاسفانه خواستش شوتی رو بزنه که اون درگیری به وجود اومد. این تو ضربه‌ای که خوردش متاسفانه از درشنش پاش شکسته و انشالله الان دارن اعزامش میکنن به بیمارستان برای اینکه تحت درمان قرار بگیرن. آقای عالمی، حالا شما تو کادر باشگاه حضور دارین، یه سری اخبار حواشی بیرون از باشگاه در رابطه با تغییر و تحول توی هولدینگ و حالا مدیریت باشگاه به گوش میرسه، شما میبینید اینا چه تأثیر رو روند تیم داره؟ ببینید بحثی که شما میکنید، سوالی که میکنید در رابطه با باشگاه باشه، من میتونم با تو صحبت کنم. ما میگیم تغییر تحولی که شایعش هست، اصلا تغییر تحولی وجود نداره. درست. این حرفا همه به صورت شایعه است فرمودید و امیدوارم که همه استقلالی ها امیدوارن از این به بعد به حضور آقای مسلمان این مسئله تموم شه. چقدر خودتون امیدوارید باشون صحبت کردید؟ انگیزه دارن. امیدواریم که این اتفاق خوب بیفته با حمایت همه هوادارانمون، پیشکسوت‌های عزیزمون و باشگاه و اتفاقات خوبی که در پیش رو داریم. قطعا باهاتون صحبت میکنه و بیشتر باش آشنا میشید. خیلی ممنون. اینم صحبت‌های سید حسین حسینی، دروازه‌بان و کاپیتان استقلال که شب درخشانی رو پشت سر گذاشت. بله خب حسین باشه، متاسفانه اون نتیجه که می‌خواستیم به دست نیاوردیم. خب قبل بازی واقعا هممون یه دل شده بودیم که بتونیم اون امتیازی که میخوایم به دست بیاریم و به نظرم خیلی هم خوب بازی کردیم، ولی حیف شد که دقایق آخر گل خوردیم و به اون چیزی که میخواستیم نرسیدیم. سید علی رغم که شکست خورد استقلال، خودت بازی خیلی بی‌نظیر رو به نمایش گذاشتی، خیلی انگیزه داشتی مثل اینکه بابت. خب من وظیفه‌مو انجام دادم و مثل بقیه بچه ها تلاش کردم، منم تلاش کردم که بتونم برای تیم مثمر ثمر باشم. همین دیگه. ولی از حالا استقلال چطور میبینی؟ همه امیدوارن. خودت به چه شکلی میبینی؟ ببینید حاشیه‌های زیادی ما از اول فصل داشتیم که مطمئناً توی روح و روان و عملکرد بازیکن واقعا تاثیرگذار بود. اتفاقاتی که افتاد، بالاخره حالا نتایجی که نگرفتیم، اون فشاری که حالا بالاخره روی کادر فنی یا حتی مدیریت بود، این بازیکن‌ها واقعا روی عملکردشون تاثیر می‌ذاشت. ولی مطمئنم که با اومدن سرمربی جدید ما این قول به هوادارا میدیم که بتونیم استقلال به جایگاه اصلیش برگردونیم و این ناامیدی از سمت تماشاگرامون دور کنیم. ولی خب ما هم از هوادارمون، حالا درسته هیچ کدوم از ما تو این چند هفته نتونستیم اونجوری که باید شاید در حد نام استقلال بازی کنیم، واقعا شرمنده هوادارا هستیم، ولی همینجا این قول رو بهشون میدم که اگه هوادارمون همه جوری هستیم حمایت کنن. حالا بالاخره تو این چند سال گذشته استقلال اینجوری بوده که فضای مجازیش، فضای هواداریش چند دسته بوده. از هوادارا خواهش میکنم که این چند دستگی رو کنار بذارن، فقط به موفقیت استقلال فکر کنن، چون موفقیت تیم، موفقیت استقلال، موفقیت همه ما استقلالی هاست. باید دوباره سعی تلاش کنیم که این پرچم رو بالا نگه داریم. امیدوارم که هوادارا کنار من باشن که بتونیم روزای خوب دوباره کنارم رقم بزنیم. اگه بازی تو ایران بود تو همین اسکواد با همین شرایط استقلال میتونست انس رو شکست بده؟ ببینید خب اگه تو ایران باشه بازی یه بحثی داره، بحث این داره که چمن خوب نیست و واقعا باید قبول کنیم که چمن مناسبی نداریم. ولی خب از اون برم چون تیمای حریف بازیکنای خوب با کیفیت دارن، شاید به نفع ما بشه که نتونم بازی کنم. ولی خب دنبال بهونه نیستیم. ولی به نظرم بازی توی دبی شاید تابعه خیلی سخت بود با توجه به اینکه ورزشگاهام اون چیز سیستم خنک کننده رو نداشتن و واقعا خیلی دیروز هوا شرجی بود.
ولی حیف شد، امیدواریم که بازی رو نبتونیم پیروز بشیم و به مرحله بعد صعود کنیم. رد درخواست تجدید نظرخواهی باشگاه استقلال و پرسپولیس تو کمیته استیناف که حالا طولانیه، اینم رد شکایت زبان تراکتور از فولاد بابت محمد رضا سلیمانی. مرداد محمدی هم گفتم دیگه، ستاره تیم استقلال تو دقایق ابتدایی بازی شب گذشته آبیا برابر النصر دچار آسیب دیدگی شد و از زمین مسابقه بیرون رفت. محمدی بلافاصله بعد از بازی برای انجام آزمایشات پزشکی به بیمارستان منتقل شد تا میزان دقیق آسیب دیدگیش مشخص بشه. حالا طبق عکس برداری های انجام شده مشخص شد ساق پای چپ این بازیکن با شکستگی مواجه شده و در بهترین حالت حداقل 3 ماه از میادین دور خواهد بود. اکرم عفیف هم به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا معرفی شد، به خاطر اینکه حالا جام ملت‌ها هر 4 سال یه باره سعی میکنن اونو بولد کنن و به بهترین بازیکن تورنمنت خب این عنوان رو منتسب بکنن. درست گفتم؟ این اسامی محرومین هفته 9 لیگ برتره که مازیار زاره سرمربی ملوان به دلایل انضباطی، ایگور پوستوننسکی که خب در مقابل فولاد کارت قرمز گرفت و حالا بازی بعدی تراکتور نیست، پیمان شیرزادی، تدارکات چادرملو، فریبرز گرامی به همراه کمال کامیابی نیا در ترکیب زباهن نیستن، محمد علی نژاد کارت قرمز گرفت، سید مهدی رحمتی سرمربی هوادار که هست هنوز به عنوان سرمربی هوادار و نیست تو بازی بعدی، و این از خلاصه محرومین هفته 9 لیگ برتر. فرست کامل 34 بازیکن برتر آسیا رو میبینید که حالا اکرم عفیف صد، سون هیون مین دوم، سفیان رحیمی بازیکن العین که هتریک کرد در مقابل الهلال سوم، کریس رونالدو، الکساندر میتروویچ، موسی تماری و البته مهدی طارمی. پاتارو اندو هم هست که حالا طارمی به نظرم لیاقتش بیشتر از ایناست. به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران بعد از دیدار برابر اسد تو قطر شب گذشته به کشور برگشتند. کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس جهت رفع خستگی بازی و سفر تمرین امروز رو تعطیل اعلام کرد و به بازیکن‌ها استراحت داد تا سرخپوشان فردا تمرینات خودشونو برای مسابقات لیگ برتر پیگیری بکنن. آها، لیست 12 نفری که گفتم طبق گفته یکی از خبرگزاری‌ها که گفتن قطعی هم شده اینان، همون پرونده فساد مثل رفسنجان، خداداد افشاریان، سهیل مهدی، فریبرز محمودزاده، چقدر من اون موقع تاکید کردم به این فهمیم، مجید زین‌الدینی مدیر عامل وقت مصر، علی علیزاده، شهاب زندی مدیر عامل اسبق شمس‌آذر قزوین، علی قرایی، پژمان راهبر سردبیر ورزش 3، مهدی حجبری یه مدت سردبیر سایت طرفداری بود، یه مدت مدیر روابط عمومی استقلال بود، افشین عبداللهیان که میشناسیدش و 2 نفرم که رمال بودن، و حالا پرونده چند نفر دیگه هم هنوز در حال بررسی تو دادسراست و اتهام اونا ثابت نشده. کیا؟ مهدی محمد نبی، مرشاد ماجدی، حیدر بهاروند، سعید فتاحی و محمد رضا کشوری. باشگاه پرسپولیس هم از رتبه 1 کنکور سراسری که از طرفدارای متأسف پرسپولیس قدردانی کرد. مدیرای باشگاه شمس‌آذر قزوین تو روزهای اخیر با محمد رضا مهاجری به توافق نهایی رسیدن و مهاجری با امضای قراردادی رسما هدایت تیم فوتبال شمس‌آذر رو بر عهده گرفت. قرار داوود سید عباسی که سابقه سرمربیگری در تیم‌های شهر خودرو و دریای کاسپیان بابل رو در کارنامه داره به عنوان دستیار مهاجری مشغول به کار بشه. آقای خان محمدی هم بازیکن سابق پرسپولیس حالا در مورد شرایط این تیم صحبت کرده، با هم دیگه ببینیم. کوتاه که البته خواهش می‌کنم، ولی خب صحبت‌های مهمش رو واسهتون می‌ذارم. که پرسپولیس میتونه شرایط خوبی رو تو آسیا داشته باشه، یه ذره کارش سخته چون داره بد امتیاز میگیره. وقتی شما بد امتیاز بگیری خب تو جدول الان فاصله امتیازها زیاد شده، کار پرسپولیس سخته. ولی خب ما انشالله دعا میکنیم که پرسپولیس، خب ما پرسپولیسی هستیم و عاشق پرسپولیس و دوست داریم که پرسپولیس انشالله صعود بکنه. ما اگر مربی خارجی که مثلا برانکو رو اووردیم انقدر خوب عمل کرد، به خاطر اینکه قبلش تو ایران بود، یه سری مسائل رو میدونست و مسائل حاشیه‌ای رو خوب جمع میکرد. و من فکر میکنم که تو این بود ما یه ذره اشکال داریم و حتما باید آقای گاریدو این مسائل رو خوب جمع و جور بکنه و انشالله که به همچین مشکلی دیگه نخوریم، مخصوصا مسائل حاشیه‌ای. من از اینجا اینو بگم که واقعا من در مورد آقای درویش نگفتم که ایشون دلاله و اصلا هم نگفتم که ایشون بازیکن‌ها رو به زور به ما، ایشون معرفی می‌کرده مثل بقیه هم. هر کسی هم از آقای علی پروین بگیر، از هر کی که بازیکن معرفی می‌کنن و معرفی می‌کرد و میگفتش که اینا بیان
تمرین ما میدیدیم خب بازیکن‌ها ضعیف بودن ردشون، حالا یه زنم ناراحت می‌شدن از دست ما که خب مثلا چرا بازیکن‌های ما رو ور نمی‌دارن، و من گفتم واقعا این که حالا شنیده بودیم که میگفتن هم پیشکسوت‌ها همینا، گفتم خب واقعا ضعیف بودن، یعنی اگه خوب بودن ما اینا رو ور می‌داشیم، ولی واقعا آقای درویش هیچ زوری به من و هیچ بازیکنی رو به من نداد. اینی که حالا شیطنت کردن اون دیگه مسئولیت با خودشونه، حتی من به خود آقای درویش هم گفتم که من همچین نظری یا همچین کاری نکردم و اصلا در مورد شما نظر ندادم. یعنی یک ماه مونده بود به فصل من با آقای خلیلی به مشکل خوردم، یعنی سر یه بازیکن بود، ایشون اومد گفت این بازیکنو می‌خواستیم بریم اردو، سه ماه بازیکن با ما داشت تمرین می‌کرد، هیچ کس هم هیچ حرفی به من نزده بود، اصلا نگفته بودن این بازیکن مثلا جای دیگه پول داده، نمیدونم فلان بوده، حالا هر مسائل حاشیه‌ایش، من از اونجا با ایشون مشکل خوردم، ایشون گفتش که این بازیکنو به اصطلاح از لیست در بیار، هنوز ما البته اسامی رو ندیده بودیم، اینو بگو بره لحاظ فنی پایین تر اینجوری اعلام کن. منم اعلام نکردم حقیقتاً، چون من واقعا بازیکن‌ها رو فنی برمی‌دارم، من 16 17 تا همه روش منو که با من کار می‌کنن می‌دونن، 16 17 تا بازیکنی که در سطح بالا و همدن بقیه هم متوسط که مدعی این نباشن که بازی بکنن تیم منو خراب بکنن. نوع ورداشتن هم پارسال نوجوانان هم همینطور، شما لیست منو نگاه بکنید همین الان ببینید 8 9 تا بازیکن‌های من بیرونن و بازی بهشون نمی‌رسه، ولی خب تو پارسال توی پرسپولیس بودم و با این تیم قهرمان شدم. خب این نوع بازیکن ورداشتنه. اختلافات ما شروع شد، ایشون به من گفت، من به آقای درویش هم اعلام کردم که آقا این بازیکنو من فنی ورداشتم، بعد از اون حالا اینا رفتن شکایت کردن پدر مادر رو، منو وزارت ورزش خواست، اطلاعات خواست، رفتم اونجا همه توضیحاتو دادم. این که الان من اخراج شدم اینو نمیگم که من همونجا هم الان یه سری اهالی فوتبال میگن الان که اخراج شده داره این مسائلو میگه. اینم ناگفته های مهدی هاشمی نسب از جنجالی ترین انتقال تاریخ فوتبال ایران، با هم دیگه ببینیم. من اون کسی که باید پام وایسه وایساده آقای فردوسی پور، من با مادرم بذار اینو بگم تو دلمه، با مادرم میرفتم خرید، سر بارایی که مادرمو بیارن هم دیگه رو با چاقو می‌زدن که بار مادر مهدی هاشمی نسبو کی بیاره بذاره تو ماشین. اون موقعی که پرسپولیس بودی؟ پرسپولیس بودم. بعدی که رفتم استقلال گفتم مادر من دیگه نمیتونم باید بیام، خودت برو بازار. الان این حرفا رو دارم میزنم، اگه دروغ باشه شب مادرم زنگ میزنه میگه چرا دروغ گفتی دیگه، به خاطر اون یکی که اشکم براش در میاد که حالا خدا رو بذاریم کنار، به خاطر اون که دیگه من نمیتونم دروغ بگم. بعدی که اومدم خودش رفت بازار، همون دوستان میشناختن با لگد زدنش، اومد خونه همینجوری لنگ میزد، دیدم گریه میکنه، گفت نه چه کار کردی؟ گفتم چی شده؟ گفت همون کسایی که بارم می آوردن با لگد زدنم، منم بغلش کردم دوتایی گریه کردیم. گفتم که اون یه نفر بوده تو رو زده، ولی من انتقامم از همشون می گیرم، تر خشک به هم می سوزونم برات. خدا هم به مزد داد، سوزوندم تر خشک به هم. اگه کسی بگه نه اشتباه کردی، مادرمو زدن میدونین یعنی چی؟ ها؟ میتونین درک کنین؟ اینم از بسته ما، امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید، لایک و سابسکرایب یادتون نره، حالا اگه نتیجه بازی تراکتور بیاد واسه تون میذارم، دمتون گرم، فعلاً.